اون یکی رو نشون بده. آها این خونه باغچه‌ام داره، شومینشم آماده است، هر وقت بخوای میتونین استفاده کنین. بگو ببینم خونه رو گرفتن؟ راستشو بگو. کدوم خونه؟ این خونه. خونه شومینه دار گرفته برای اون دختره. اگه لحظه خانم محترم، اول شما بگین کی هستی؟ من مادر دادستان اوکتایی هستم. اون یه خونه دیگه است خانم مریم. خانم اومد خونه رو پسندید، تموم شد رفت. خانم محترم، ای بابا، از که تا حالا اون دختری نیقلیون ایکبری شده خانم که ما خبر نداریم؟ لازم نیست بدی. پرت و پلا نگو نورتن. سبکا خانم شما کی هستی؟ مادر بزرگ اوکتایم. ای خدا، ازتون خواهش میکنم لطفا سعی نکنید معامله ای که تموم شده رو به هم بزنید. خواهش میکنم ازتون، خواهش میکنم. نباید بدی. خیلی خوب، تا وقتی آقای اوکتا یا مریم خانم میگن من هیچ کاری انجام نمیدم. ببین چی میگم، اگه اون خونه رو بهشون بدی دم به دقیقه به تلفنت زنگ میزنم و قطع میکنم. انقدر تلفنتو اشغال میکنم که یه مشتری هم بهت زنگ نزنه. بله مریم خانم، بعد از ظهر میایید دیگه، قرارداد امضا میکنید. مشتری خیلی زیاده. من خونه نمیگیرم به خاطر مادر آقای اوکتا. متوجه نشد، اومد اینجا داد و هوار کرد، گفتم شاید شما رو ناراحت کرده باشه. نه ارتباطی با اونا نداره، لطفا اوکتایم با خبر نشه، خودم بهش میگم. روز بخیر. اوف. زود باش گاز بده، تندتر برو، تندتر برو. حاله چطوره؟ گروه با نارف امو توران. مریم، دخترم، حالت چطوره؟ خوبم، ممنون. حال عارف خیلی خوب شده، خیالم راحت شد. خدا رو شکر، روز به روز حالش بهتر میشه. عمو توران، یه موضوعی هست که میخوام ازتون بپرسم. پیش بابام نمیتونم بپرسم. عارف، من با دکترت حرف میزنم، بعد میام پیشت. مریم، دخترم، چرا چهرت اینجوری پژمرده شده؟ نکنه دکتر حرف نگران کننده ای زده؟ نه، به خاطر اون نیست. من میخواستم یه چیزی ازتون بپرسم. برای یه بیرون اومدنم از زندان، شما، یعنی در طول محاکمه و زندانم خیلی کمکم کردین. من نتونستم قبلا ازتون تشکر کنم. وقتی اونجا بودم از اتفاقات بیخبر بودم، نمیدونم چجوری. دخترم، اینا هیچ اهمیتی نداره، هم بابات هم تو برام عزیزترینی.
بعدشم نمیتونستم بذارم اونجا بمونی. سارگونا رو خوب میشناسم. اونا همه جا نفوذ دارن. اون یارو اردال سارگون همیشه با هزار دوز و کلک قانون رو دور میزنه. شما منو حسینتون حتما کمک کردین، ولی پس اوکتای نه، شما منو آوردین بیرون، درسته؟ آقای توران خوش اومدین، حالتون چطوره؟ خوبم، ممنونم. گرسنته؟ ای، چطور مگه؟ میخوام ببرمت پیش بهترین کوفته چی استانبول. نه بابا، هر وقت گرسنه میشه زنگ میزنه، به خدا حس میکنه. بگو ماما. ساباش پیشته؟ اینجا مادر. پسرم، این کیکایی که مریم زحمت کشیده بود درست کرده بود، دو سه تاشو تونستیم بفروشیم. آها، خیلی خوششون اومده، هر کی خورده عاشقش شده. واقعا خوشمزه است، مادرم گاهی میاره. پسرم، مدام میان میپرسن، میخوام سفارش بگیرم. گفتم که بدونی هر جور صلاح میدونی، هر چی پولش بیشتر باشه بهتر. ساواش، منم قصه میخوردم وقتی قدر پولاتو نمیدونستی. مامان، اونجا رو برای حرف زدنش گرفتیم، نه کار کردنش. خیلی خوب، انگار خودم نمیدونم. خب، والد سلطان، میونت با مریم چطوره؟ خوبیم، ولی هنوز زیاد صمیمی نشدیم. در اون حد که رازشو بگم نیست. حتما به خاطری که سابکارش هم خجالت میکشه. پس یه همکار براش لازمه. به نظرت صبر نکنیم یخاش آب بشه؟ خودت یه آب شدهشو پیدا کن. حالا که کار رونق گرفته ازش بپرس ببین دوستی آشنایی داره دنبال کار باشه. فهمیدم. گفت فهمیدم قطع کرد، حسابی رفته تو نقشش. حالا که هر دوتون اینجا، این بپرسم، اینجا واقعا شایسته یه عارفه، ولی صورت حسابش هم خیلی بالاست. قربان من، تو یه حقوق کارمندی داری، وضعیت مریم هم میدونم. وقتی می اومدم پرسیدم، گفتن هزینش پرداخت شده. چجوری پرداخت شد؟ اوکتای پرداختش کرد. چجوری؟ قربان، وام گرفتم، گفتم یواش یواش میدیم. البته آدمای بلند پروازی هم نیستیم. همونطور که گفتین، بابامون باید یه جای خوب بستری میشد. دکتر هالدون هم بهترین دکتره. فکر خوبی کردی، هالدون واقعا دکتر خوبیه. ضمناً خاله سمراد خیلی دنتنگته، همش سراغ تو رو میگیره. امروز اونم میاد استانبول، ولی مستقیم میره چاتالجا. اگه اونجا نمیرفت خیلی دوست داشت بیاد و تو رو ببینه. شرایط جسمیشو که میدونی. راستش منم خیلی وقت بود میخواستم مریم رو ببرم بیرون. شب و روز اینجا هست. اگه برای شما ایرادی نداشته باشه با هم دیگه میایم خدمتتون. مریم هم سمره خانم رو میبینه. خب اگه موقعیتش باشه چرا که نه؟ اوکتای، تو چی کار میکنی؟ چرا در مقابل عمل انجام شده قرارش میدی؟ مگه چی عزیزم، برای تو هم تنوع میشه، اینطور نیست؟ باش، امشب منتظرتونی. من قبل رفتن یه بار دیگه عرفو ببینم. امشب میبینم اتون. بیا با هم بریم. باشه بابا، نگران نباش. خیر باشه داداش، چی شده؟ بابام بد جوری تو مخمصه افتاده، تا حالا اینجوری ندیده بودمش. آقا اردال بازم یه جور در میره. نه، این دفعه اینطوری نیست، میگه ممکنه این هفته پلیس بیاد سر وقتش. ای داد، همینو کم داشتیم، آقا توران برای همین اومده. دقیقا. خب تو
تو چرا اینقدر خون سردی؟ هر اتفاقی قرار باشه بیفته میفته. میتونی بگی حقش نیست؟ به سروان برجو سلام برسون. سلام میرسونم اوستا. اینجا رو اون بهت معرفی کرده؟ آره، کوفته‌هاش خیلی عالیه. البته فکر کنم تعقیبش کردی فهمیدی. میبینم که کیفت کوک شده، شوخیات شروع شدن. موقع بیرون اومدن ماشین دولتی رو دیدی؟ توران اومده بود. کاش سب میکردیم زود نمیومدیم بیرون، یه چیزایی میفهمیدی. بیچاره اذیت میشه، استرس میگیره بعد از اون قضیه دزدیدن دخترش. چیو میگی؟ باباش. حواسم نبود بازم یهو رفتم تو اتاق. بگذاریم، من دیگه برم. وای صدا داشت، دو لقمه مونده با هم دیگه. من کار دارم بابا، میرم شرکت. تو بمو، اصلا یه پرس دیگه هم سفارش بده. در خدمت باشیم جناب سروان. من باید برگردم سر کار، برای امشب زنگ میزنم. باید حرف بزنی. بمونه برای بعد. نمیشه اوکتای. این روزا خیلی هزینه کردی برای من، برای بابا. خواهش میکنم حرفشم نزن. نه اصلا، اول هتل بعد خونه گرفتن، اینجا هم که یارمه پول دادی. تو چقدر وام گرفتی؟ انقدر که برای همه اینا کافی باشه. از کدوم بانک؟ مریم چت شده؟ واقعا وام گرفتی اوکتای؟ جور دیگه مگه میتونستم؟ یه جوری حرف میزنی انگار نمیدونی. شغلت، کارت، پرونده هات، منظورت چیه؟ واضح تر حرف بزن. تو از اردال سارگون پول گرفتی؟ چی؟ تو چطوری میتونی همچین سوالی ازم بپرسی مریم؟ از اون آدم پول گرفتم؟ آره؟ من برای بیرون آوردن چیا که نکشیدم. با اون آدم، پسرش، شرکتش، اعتبارش در افتادم. فقط به خاطر تو، به خاطر بیرون آوردن تک و تنها با همشون در افتادم. قبل از اومدن تو از اموتوران پرسیدم. چی پرسیدی؟ وقتی تو زندان بودم چه اتفاقی افتاد؟ تو بهم نگفتی، منم از اون پرسیدم. چی گفت؟ من میخوام ببینم تو چه جوابی میدی اوکتای. کی منو از زندان آورد بیرون؟ تو بلیس یا عمو توران؟ این دروغا رو اون یارو بهت گفت؟ داره اونا رو دیدم، اینجا بودن. ساباش اینا رو گفت؟ جواب نمیدی؟ صبح چی ازم پرسیدی؟ صورت حساب هتل رو کی پرداخت کرده بود؟ شرکت سارگو. برای همین این کارو کرد، میخواد فکر تو رو خراب کنه. از اون یارو هر انتظاری میشه داشت. تو چی؟ چطور میتونی فکر کنی همچین کاری کردن؟ اونقدر راحت دروغ گفتی که تو و بلیس خیلی خونسرد بودی. دیدم چطور آدم رو فریب دادی اوکتای. به خاطر تو. خیلی دوست دارم منو با یه زن غریبه تو رخت خواب ببینن، جلوی آدمای بی ارزش آبروم بره. تو خواستی قایم کنی. برای اینکه به همچین آدمایی آتون ندی. ولی تو حرف اونا رو باور کردی.
زحمات چندین سالمونو زیر پای اونو انداختی. اون آدم چند روز پیش میخواست آتیشت بزنه. اون آدم نونواییتونو ازت گرفت. تو زندون بلایی نموند که سرت نیاورده باشه. من چی کار کردم؟ من کاملا گیج شدم وقتی عمو توران همون جوری گفت. آره به عمو توران زنگ زدم، ولی برای گرفتن پرونده، وگرنه جوری دیگه ای پرونده رو بهم نمیدادن. شاید هم فکر کرده اینو میگی. بعضی وقتا خیلی ترسناک میشی، چون باید مواظب یه دختر عزیزتر از جونم باشم. اونا خیلی قوی هم. ولی من چی دارم؟ چی کار میکردم؟ اجازه میدادم جلوی چشمم زندگی کسی که دوستش دارم رو تباه کنن؟ میبخشی مریم، اگه دنبال کسی میگردی که از دستش عصبانی باشی اون من نیستم. منتظر یه نفر به اسم مریم آکچا هم. اگه اومد فوراً بفرستین پیش من. یه نفر باش بفرستین، نمیخوام با بابام روبرو بشه. چشم آقا. نصفشو موقع آوردن خوردی؟ برای اینکه سرد نشه گفتم کم بریزه، بقیش یکم دیگه میاد. اینجا چی کار میکنی؟ هیچی، دیدی که با داداشم گرسنمون شد، گفتم بیا ببرمت بهترین کوفته استانبول رو بخور. چیزه؟ آمار جرم و جنایت اومده پایین؟ منظورت چیه؟ آخه هر سال آمار و ارقام میدم، مثلا میگن آمار سال 2017. آمار جرم باید از شما پرسید، ماشاءالله راندمانتون بالاست. ای بابا، باز چجوری موضوع به ما رب پیدا کرد؟ امیدوارم دست از سر دختره برداشته باشه. ممنون. وضع دختره خوبه، کار پیدا کرده، باباشم تو بهترین کلینیکه. اینجوری دست از سرش برداشتین؟ خب چیزه دیم. آره بگذاری، نوبت شما هم میشه، اون موقع حرف میزنی. قبل اومدن زنگ بزن، منم تو شرکت باشم. سرویس اینجا هم دیگه مثل قبل نیست، ترشی رو میز نیست. استاد چرا جانم سروانو منتظر میذاری؟ ترشی؟ قربان، سارگونه از عملیات با خبر شدن، شروع کردن به پاکسازی، دیر نکنی. خیلی خوب، شروع میکنم. یا خاکستر بشن، حتی یه برگ قابل خوندنم اینجا نمونه. رو چشم آقا. چجوری از بین میبری؟ کجا از بین میبری؟ یه وقت این کارو با ماشین شرکت انجام ندی، یا از یه جایی کرایه کن امانت بگیر، یه کاری بکن، مغزتو به کار بنداز. چشم آقا. منتظر خبرای خوبت هستم آقای دادستان. این روزا خبرای خوب به این راحتی به گوشه میرسه. یعنی میخوای بگی هر چیزی یه خرجی داره؟ منظورت اینه دادستان؟ تو منو کما بیش شناختی، خبرو بیار، هدیه رو بگیر. امشب به خونه توران عرصوی دارم. حلالت باشه، حلالت باشه. دیدین به قولی که دادم عمل نکردم آقای اردن؟ اون برج زهرمار کسیو به خونش را نمیده. عالیه،
ببینم چی کار میکنی، از پس این کار بر بیا، بعدش هم دیگه کسی جلو دارت نیست، من پشتتم، هر چی بخوای بهت میدم. شما خودتون بهتر میدونی. عاشق کسایی هم که اخلاق منو میشناسن، چشاتو میبوسن. دوست دارم. این شد ستارزا. این سومین کاریه که دادستان داره انجام میده، ولی حالا اولی اتفاقی بود، دومی هم شانس بود. اگه از پس سومی هم بر بیاد، اینو به فرزند خوندگی قبول میکنم. بگو قهوه بیارم. چشم آقا. سلام، من میخوام سوش تارگون رو ببینم. شما وقت ملاقات داشتی؟ نه، ولی اگه بگین مریم آکچا. خوش اومدین، آقا سوش هم منتظر شماست. منتظر منه؟ بله، بفرمایید، همراهیتون میکنم. آقا سواش، مریم خانم. خیلی ممنون. از توران ارسوی پرسیدی؟ چی گفت؟ کی تو رو بیرون آورده؟ به من دروغ گفتی؟ چه دروغی؟ اوکتای شاهین واقعا از شما پول گرفته یا اونم دروغ بود؟ برای چی باید به دروغ بگم؟ اونو نمیدونم، من فقط دنبال جواب میگردم. من چیزایی که میدونستم و گفتم. توران انکار کرد؟ اون منو بیرون نیاورده. کی اینو بهت گفت؟ وکیلت؟ یا اون دادستان؟ معلوم خبر نداری. وقتی دادستان و بلیس تو رو مینداختن زندون، توران ارسوی شخصاً اومد اینجا. خبر داشتی؟ جلوی بابام وایساد، گفت باید اون دختر رو بیاری بیرون. بابای من آدم بیرحمیه، با کسی تعارف نداره. خدا میدونه چجوری گفته که زود آوردت بیرون، البته باز به دست اون دادستان. من دیگه واقعا نمیدونم کی دوستمه کی دشمنم. هر کدومتون یه حرفی میزنین بعدش هم میخواین اونو باور کنم. من دیگه هیچ کدومتونو باور نمی کنم. چی کار میکنی؟ یه سوال پرسیدی، جوابشو میگیری. منو کجا میبری؟ آقا سواش لطفاً. چه خبر شده دخترم؟ یه چیزی ازت میپرسم. تو زده به سرت، این دختر اینجا چی کار میکنه؟ یه سوالی ازت میپرسه، تو هم راستشو بهش میگی.
ازت یه جواب میخوام بابا، حقیقت رو میخوام، باید بشنوه. دورین جان خیلی خوشگل شدی، همه به تو نگاه میکنن. سواش نمیتونه چشم ازت برداره. صاف را برو. بابا اول با هم حرف بزنیم. دیگه بازی نداریم، هر چی هست بگو، بپرس. تو را نرسوی اومدی اینجا پیش شما؟ آها، پلیس تموم شد، داراییم تموم شد، حالا به دختر مردم حساب پس بده. فقط حقیقتو بهش بگو بابا، کار سختی نیست. اگه به من اعتماد داری جواب بده. به خاطر من اومد. اردال جون این دختره خستمون کرد از بس گفت مهمون داری. مهمونت سواشه؟ ببخشید اسلام، شما کی هستی؟ من تورین عزیزم، دخترم، شما یکم تو اونجا منتظر بمونید. برید ساواش، ما تو اتاق توییم. آره تو اتاق ساواش. ممنونم، متشکرم عزیزم. میگم تورین، تو این دختره رو میشناسی؟ همون دختر پرونده ساواش. خب اینجا چه کار میکنه؟ تولین تو اینا رو بگیر برو تو اتاق، منم موامو مرتب کنم بیام. مطمئنی پیش آقای اردال چی کار میکنه؟ نمیدونم، همینطور وسط اتاق وایستاده بود، ساواشم کنارش. خیلی خب قطع کن، بهت زنگ میزنم. بره از توران بپرسه برای چی دستش رو گرفتی آوردی اینجا، مگه نمیبینی چقدر کار و مشغله دارم؟ اگه خودت نگی خودم شخصا میرم از توران ارسوی میپرسم. بگو دیگه بابا. به اون دختر هیچ چی نگین، گوشی رو جواب بدین. بابا کجا؟ بابا کجا؟ دادستان تو از کجا میدونی اون تو اتاق منه؟ جریان چیه دادستان؟ اون دختر که روبرو تو ایستاده، مریم. خب دلیل و علتش رو نپرس، وقت نداریم. اون دختر آشنای مشترکم با تورا نرسویه، بلیت ورودم به خونشه. فهمیدم حالا فهمیدم. چرا اینو از قبل نگفتی؟ خب زودتر میگفتی. هرچی ازتون پرسید انکار کنین، ما هیچ ارتباطی با شما نداریم. ساواش پیششه. اگه اون دختر به من اعتماد نکنه کار شما سخت میشه، دیگه هیچ کاری ازم بر نمیاد.
بهت میگه، همه چیو میفهمی. چیزی که به من گفتی به اونم بگو. درسته توران اومد اینجا. به خاطر من اومد، برای بیرون آوردن من. به خاطر اون نیومد. برای چی اومد بابا؟ چی به هم گفته بودی؟ بعدن حرف میزنیم. زودتر این دختر از اینجا ببر. ببین منو، صبر کن، گوش بده. تو داری چی کار میکنی؟ باید یه چیزی رو میفهمیدم. گوش کن، شما منو وارد این قضیه کردی. تو عشقت، رازتون رو مخفی نگه داشتم. پس کارمو از این سخت تر نکن. زمن، اگه یه بار دیگه کنار سواش ببینمت، برات بد میشه. بله. الو، منو نشناختی دختر؟ واقعا که دختر، منم سلما. سلما آزاد شدم. آزاد دیگه تنها نیستی خواهرم، اومدم بیرون. سلما، خیلی بهت احتیاج دارم. چرا وقتی آزاد شدی زنگ نزدی؟ خب ترسیدم بیای استقبالم، کلی برای خودت کار درست کنی. الان رسیدم خونه، خواستم سورپرایزت کنم. اینطوری فکر کن. ببین منو، الان آدرس خونم رو برات اس ام اس میکنم، زود بیا پیشم. باشه؟ باشه. سلما، بگو رفیق. خوش اومدی. زنده باشی. دیروز فقط واسه یه لحظه فکر کردم میتونم بهت اعتماد کنم. گفتم دیگه تمومه، ولی تو عوض بشو نیستی. از این قضیه فاصله بگیر. اون دختر باید همچنان به اوکتای شاهین اعتماد کنه. این یعنی چی؟ اوکتای برای وارد شدن به خونه توران از این دختر استفاده میکنه. آشنای تورانه. امشب تموم شه، فردا هر چی بخوای میگم. منظورت از تلاشای دادستان این بود؟ راه دیگه ای برای به دست آوردن پرونده نیست. برای وارد شدن به خونه توران ارسوی از دختره استفاده میکنه؟ آخرین چارم اینه. هر وقت فکر میکنم شناختمت، یه گند دیگه پیدا میشه.
ساواش، ساواش. بله قردان. الو رضا. ساواش رو تعقیب کن، اصلا چش ازش بر ندار. پرونده ها چی؟ حالا پرونده رو ول کن، کاری که میگم بکن، تا صبح تعقیبش کن، فهمیدی؟ فهمیدم آقا، فهمیدم. لعنت به این شانس. گوشلو، فوراً آدرس تو را نرسایی پیدا کن، بعد بیا دنبالم. بفرمایین آقا. مریم. بله. معذرت میخوام، صبح یکم رفتارم تند بود. مهم نیست. کجایی؟ یکی از دوستم آزاد شده، میرم پیش اون. به اون که نگفتی، حرفی از ما که نزدی. نگفتم اوکتایی، مگه من احمقم؟ نه، منظورم این نبود. امشب برای رفتن به خونه آقا توران کجا ببینمت؟ نمیدونم، وقتی رسیدم آدرسو برات میفرستم، بیا اونجا دنبالم، قبلشم به هم زنگ بزن. باشه. میدونی چی کار کنیم؟ یکم زودتر قرار بذاریم، برات یه چیزایی بگیریم. برای کارم لازمت میشه. لازم نیست، خودم گرفتم. باشه. نه ببین چی میگم، همه چی خیلی خیلی عالی میشه. بهت قول میدم. خب چجوری شدم چیزی نگفتی؟ قشنگه، قشنگ شده. خیلی ممنونم، خوشحال شدم خوشت اومد. ساواش، تولین امروز منو به یه سونا برد، باورت نمیشه. از اونی که تو تایلند رفته بودی من بهتر بود. گرچه بیشتر از همه تو احتیاج داشتی. خیر باشه ساواش، چی شده؟ این چه حال روزی؟ چیزی نیست، فقط یه چیزای ذهنمو مشغول کرده. حق داری، داغت تازه است میدونم، ولی من درکت میکنم، نگران نباش. داداش رسیدم. دورین، میدونم این روزا اینو زیاد ازم میشنوی، ولی باید برم. نه مهم نیست، منم بی هوا اومدم. حالا کجا میری؟ داداش رنگ موهاشو عوض کرده، ولی قشنگ شده. خب دیگه من پایین منتظرم، معذرت میخوام. خداحافظ. خداحافظ.